خیلی خوش اومدیم به بخش آخر برنامه تو استودیو هستیم با خانم میترا بابک خوب است خیلی خوش اومدیم من خیلی خوبم بسرمیشه خیلی خوبم واقعا خیلی خوبم دردم هم کمتره خدا رو درد فیزیکی ولی جریان ما ناجی قربانیه آره فهمیدم خواهم آبای مثل همیشه خیلی ساده و خوب توضیح دادین و بیننده ها فهمیدن موضوع چیه و چه باید بکنم ولی الان خیلی جالب بود که من داشتم میخوندم نشون دهنده اینه که فهمیدن موضوع چیه ولی نمیتونن انجامش بدن نمیتونن عمل بکنن یعنی یه جورایی انگار جامعه ما یکی از بزرگترین مشکلش اینه که رابطه برقرار کنه دقیقا من خیلی تأسف خوردم از اینه که ما همیشه هر وقت سوال مینویسیم میاد پشتش حسابی جواب می آره سری. ولی گیر کرده بودن واقعا خوشحال بودن از اینکه اینقدر ساده توضیح من دادم مثال آوردم ستایی منو کردم مثلا یه کیس ولی متوجه شدن اما شهامت توانایی، توانایی توانای و هنر تکلمان نداشتن یه سری گیرنده هنر شنیدن رو به نظر من نداشته فکر میکنیم برای چه همچین مشکلی توی جامعه ما هست ما متاسفانه از یه فرهنگی میاییم که میگه حرف دلتو حق نداری بزنی صورتتو با سیلی سرخ کن خودتو نباش و چون همیشه به ما ماسک دادن و اون توانایی یه اعتماد به نفس سالم و کامل رو به ما ندادن با نادانیشون و نه اینکه مخصوصا این کار کرده باشن روش تربیتی غلط ماست اینا با همه اینا باعث میشه که من از کودکی یاد بگیرم خواسته خودم رو متوجه نشم یا اینکه نتونم بیان بکنم همین هم که بزرگتر میشم وارد مدرسه میشم همین سیستم هست وارد دبیرستان میشم همین سیستم معلم و دبیر اجازه حرف زدن به من نمیده دانشگاه هم همینه جامعه هم همینه اینا همه دست به دست هم میده منو ناتوانتر میکنه و برای من یه فیک کانفیدنس یا اعتماد به نفس کاذب درست میکنه یا میشم یه انسان مهرطلب خیلی خیلی به اصطلاح مظلوم و بدبخت و بیچاره که نمیتونه از خودش دفاع کنه و همش میخواد فقط برای دیگران باشه و دیگران خوشحال بکنه یا اینکه نه یه انسان برتری طلبی میشم که به خدمت همه باید برسم انسان قربانی هر دو تاشه یا هر سه تای این تضادهای درونی هم مرتلبه هم برتری طلبه و هم انزوا طلبه که حس قربانی میکنه چون اونم احساس قربانی حتی برتری طلب هم احساس قربانی بودن میکنه چون به خاطر اون حالت خودشیفتگیش میگه من همیشه درستم اینا خیلی پیچیده است یه جورایی باز کردنش وقت بیشتری میخواد ولی اصل قضیه عدم گفتمان سالمه اتفاقا همین میخواستم بگم خانم بابک خیلی هستن که مثلا خب حقشون اصلا نمیگیرن یا حرفشون رو نمیزنن یه گوشه میشینن میگن حالا ول اصلا وارد بحث نشم یه عده نه خیلی دوست دارن حقشون اتفاقا بگیرن ولی انقدر اشتباه موضوع رو بیان میکنن انقدر بد موضوع رو بیان میکنن که حتی اگه به نفعشون هم باشه حقم با اونا باشه یه جوری برمیگرده که انگار همه مشکلات از اون طرف میاد دقیقا. انقدر راحت ببین بعضی با یه صفحه A4 رو اگه نگاه کنیم یه مطلب به این بزرگی رو یه کلمش رو ور میداره به نفع خودش تویستش میکنه ترجمهش میکنه برای خودش و به نفع خودش میگه تو اینو گفتی من کی اینو گفتم میگه تو اینو گفتی تو منظورت این بود اینا همه برمیگرده به همون ناتوانی من نوعی که من نمیتونم از حق خودم دفاع کنم و یا اجحاف گرم و اشحاف کنندم زورگو هم به زور میخوام حق خودم رو بگیرم که غیر اصولیه و اینکه با مظلومی هر چی تو میگی میگم باشه باشه اب نداره باشه اب نداره ولی دارم پرونده میکنم توی دل خودم دارم پرونده میکنم جریان ناجی و قربانی و مسلسی که در موردش صحبت کردیم دیدیم که قربانی برگشتیم رفتیم سراغ این خانواده ها که عروس و داماد وارد خونه میشن این قربانی میتونه هر کسی باشه یه مثال من بیارم که یه مقدار این مسئله بازتر بشه مثلا یه عزیزی دیروز تو سمینار برگشت گفتش که من ازدواج دومش بود من همسرم هر وقتی که اول اول خیلی تعریف کرد ناجی من فرشته نجات من من با چه بدبختی زندگی می کردم. خدا این شخص رو برای من آورد و حالا خوشبختم حالا این عزیز حامله هم هستش از, از همسر دومش بعد دیروز داشت میگفتش که من اصلا نمیتونم باش حرف بزنم از شما هم که یاد گرفتم وقتی میرم باش حرف بزنم چنان میزنه زیر گریه آقا البته ها نه خانم آقا اصولا خانم آقا ها... را... آقا میکنه. آقا خانم آقا. میره صحبت کنه اصولا خانم ما این کارو میکنن ولی تو توی هستن آقایون ولی درصد کمتر اینقدر واقعا میکنه... همه خیلی نوشته بودن همین بود که آه. قربانی مثلا حالا ناجی خودش رو انتخاب میکنه یا کسی که معمولا ناجی شده رو حرفاشو باش میزنه حالا وقتی شروع میکنه به حرف زدن اصلا مجال پیدا نمیکنه که حرف ده دلش رو ده بزنه ببین در ابتدا من میشم ناجید برای چه حوار من و این مثلث برای من خیلی مهمه و دلم میخواد که قشنگ جا بیفته واسه مردم مردم من تو 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 دنبال ناجی نگردی ناجی باید توی نوعی باشی من نوعی باشم تو همین کیس در ابتدای این آقا ناجی این خانم بود برای اینکه این خانم خیلی سختی کشیده بود و شکست خورده بود تو زندگیش ولی اصلا معلوم نبود که این ناجی خودش چقدر قربانیه و ضعیفه چون اون موقع که من ناجی میشم نقش ناجی رو پیدا میکنم اون سوپر وومن یا سوپر منه میشم دیگه خیلی هم فکر میکنم خیلی قدرت دارم و این حس اینه که دارم دست تو رو میکشم بالا و دارم ایثارگری میکنم برای تو میکنم. اینا همه مصیبت آینده است برای اینکه من خودم پا ندارم پای شکستم دارم حمل میکنم تو رو دوش خودم دارم میکشم اون لحظه به خاطر گرمیش حواسم نیست بعدن خودش رو میکنه و تو این کیس میبینیم که این آقا خودش چقدر قربانیه خودش چقدر به ناجی احتیاج داره حالا که ناجی میگه بابا بذار من یه دو دو کلام با تو حرف بزنم آقا دیگه اون تواناییش از بین رفت ضعفش داره خودش رو بیشتر نشون میده و اینجاست که حالا این دو تا قربانی چی میشن حالا این دوتا قربانی میشن آزار دهنده هم دیگه به زودی اون از دست اون خسته میشه اون از دست اون خسته میشه اون میگه من به تو حس... رو تو حساب کردم اون میگه من خودم پا ندارم چرا به من نگفتی خب دوستت داشتم خب فکر میکردم ایسارگری کار خوبیه حالا فهمیدم اشتباس و حالا یه قربانی این وسط تو راه داره میاد یعنی انقدر مسائل جدیه ناجی اگر قربانی هستی هر چه زودتر خودتو به عنوان یه بالغ از قربانی بودن باید بیاری بیرون دنبال این ناجی یه زن پیدا بشه یه مرد پیدا بشه دست تو رو بکشه نباش انسان سالم اینجوری ناجی نمیشه انسان سالم من اگر به تو احتیاج دارم ناراحتم برای تو درد دل میکنم اگر از پس کار من نمیتونی بر بیای من راه نمایی میکنی حتی ممکنه به من کمک مالی بکنی که به یه جایی برسی یا برم حتی کمک حرفه ای بگیرم چون از ندارم تو کمک مالی به من کردی این میشه یه انسان عاقل که خودش رو تو اون جهنم نمیندازه خودش اون وسط نمیندازه کمک میکنه مهربانی میکنه و نه مرتلبی اون مرتلبیه مهربانی میکنه و به این یارش به این دوستش به این عزیزش کمک میکنه منظورتون خواهم با اینه که کاسه داختر از آش نشه نشین، نشین نشی. ببین فقط ما, در حدی که ما... یه راهنمایی کنین یه دقیقا. کمک خودتون نندازین اون وسط بخوایم. مثلا این طرف بگی دقیقاً ما از فرهنگ ایثارگری میایم ما اصلا لذت میبریم از صبر تعریف میکنیم از اینه که چقدر بحبت چقدر ایسارگره قربان چقدر حاضر خودش رو فدا بکنه ما چون از یه همچین فرهنگ بیمارگونه ای میایم خود دوست داشتن خیلی متفاوته با خودخواهی خودخواهی سالم خیلی مهمه خود دوست داشتن سالم خیلی مهمه و چون ما از یه همچین فرهنگی متاسفانه میایم نمیتونیم اون وقت از پس این, این مسائل بر بیایم. اینجا باید خیلی حواسمون باشه کاسه دختر از آش اصلا نباشیم عاشق میشی حواس جمع باشه وقتی میاد برات درد دل میکنه هواستو خیلی جمع کن فردا تا آخر عمر تو باید به درد دلش گوش کنی قربانی دوست داره قربانی بمونه یه عزیزی اومد پلومند که میگفتش که 25 ساله بچه هم بزرگ شدن رفتن با یه آدم روانی دارم زندگی میکنم اصلا این سایکوپته تمام بیچارم بی کرده نمیدونم چیکار کنم بچه هم رفتن خودم تک و تنها با این دارم زندگی میکنم خب تو چرا داری زندگی میکنی نمیدونم حالا دیگه کجا برم حالا چیکار بکنم این نشون میده که من قربانی دلم میخواد همه تایید کنین که من با چه روانی زندگی کردم و میکنم چقدر دلتون برای من بسوزه یه سالی من این وسط برام پیش اومد خواهم باور یه عده دوست دارن که قربانی باشن یه عده دوست دارن طرف قربانی نگه دارن آخری. یعنی انقدر ضعیفش میکنن، انقدر وابستش میکنن، انقدر قربانی نگهش میکنه که این همیشه تو حالت باشه مرسی یعنی که همونی که کمک نمیکنن که این فقط راه بی... دازنش بره آزاردهنده و یا ناجی تو هر دو این ستا رو که ما نگاه میکنیم هر سه هر سه تا نرمال نیستن دیگه آزاردهنده اصلا نمیخواد قربانیش قویشه ناجی هم نمیخواد قربانیش قوی شه تو خیلی از کیسا با اینکه ناجی خسته شده ها ولی باز میترسه اگر این قربانی رو از دست بده این توانایی و ولیوی که بر خودش قائل شده که تو محتاج منی اون وقت من این قدرت و توانایی رو از دست میدم من میخوام تو همیشه محتاج من باشی یه بار چند هفته پیش گفتم که اتو نکش دستت میسوزه نمیدونم قضا نفس قضا نفس من تو خسته ای تو مریضی برو بخواب اینجوری من میخوام قربانیم رشد نکنه بزرگ نشه چون اگر بزرگ بشه اون وقت من چی من اون وقت چی کار کنم که من به اسم یه ناجی بودم براش اینا بر میگرده به همون ناجی قربانی که دلش میخواد تحت کنترل باشه همه چی براش اون موزه کنترلگری رو صحبت می کردیم حواس قربانی باید خیلی جمع باشه ما دو نوع قربانی داریم قربانی که دلش نمیخواد از قربانی بودن بیاد بیرون عادت کرده به قربانی بودن عادت کرده به قرض زدن عادت کرده به عصبانی بودن مریض بودن و توجه منفی گرفتن یه قربانی دیگه ای داریم که نمیدونه چه بلایی داره سرش میاد نمیدونه که طرف خودش ظالم است اون ناجیه خودش ظالم است چون اجازه رشد بهش نمیده نمیذاره بزرگ بشه نمیذاره توانا بشه مستقل بشه ولی از کجا میتونه متوجه بشه که از این ناجی داره این ما. کارو میکنه از حرفای ما اینقدر مردم برای من می نویسن که چقدر ما رو آشنا کردی به دنیای خودمون به ضعف های خودمون بشینن چند بار گوش کنن بعد بری با بری بعد بری, بری بشینی حالا هر کسی با خودش فکر کنه بگه من کدوم قربانی ام آیا این قربانی که دلم واسه خودم میسوزه نمیخوام از قربانی بودم بیام بیرون یا اینکه نه قربانی هستم که هر وقت دست و پا پیدا میکنم من خودم میشم من میگم حالا ما دو مدل میتونیم اشراف کرد دو مدل یه اشرافی که قربونت برم تو مریضی عزیزم. عزیزم عزیزم اصلا تو هیچ کار نه تا که واقعا ناجی ممکنه مادر آدم باشه واسه اینکه بچه‌اشو لوست کنه مرسی عزیزم خان بچه باباش میتونه باشه باشم. من وقتی که بچه بیس ب... تا 20 سالگی دارم هم میکنم اگه بذارم میسلمی که نمیتونه را فلجش کردم و فراوان داریم از این پدر مادرایی که بچه هاشون رو اینجوری قربانی کردن لوسشون کردن و اجازه رشد نمیدن حالا زن و شوهر وقتی رابطشون بده معمولا با به بچه ها سرویس دیاد میدن مثلا من می کس خارجی دارم گریک هستن اینا مادر حالا خیلی هم مس... مسیحی تند و, و تیز و اصلا کشیش ولی زن شوهر اصلا رابطه خوبی با هم هیچ وقت نداشتن و این بانو دو تا, دو تا پسر داره و این دو تا پسرش رو به صورت ف... چسبندگی با خودش نگه داشته و این آقای بیست و چند ساله به من میگفت من یه شب میخواستم برم بیرون اوت... ل... پیرن اتو شده نداشتم نرفتم بلد نبودم اتو کنم و اصلا نمی یعنی 24 ساعت فقط حواسش به بچه هاشه. به این دو تا یعنی ازدواج نابرابر دوباره دیگه با, با بچه خودش کرده و با همسر از این طرف من سر خودم رو گرم میکنم من قربانی هم هستم ببین باباتون چقدر ظالمه باباتون اصلا به من همیت نمیده ببین من چقدر خوبم من چقدر مظلومم و چقدر سرویس میدم به شما شما نرینا چون قربانی میترسه که این پرنده ها برن به خاطر اینکه میترسه سرویس بیشتری این مدلی میده ولی خودشو قربانی میدونه مریض هم نیست خودشو خودشو مریض نکرده ولی خدمتکار خوبی شده از اون طرف ظالمه کی میشه اینا میشن یه گنگ دیگه ظالمه میشه اون بابای فلان فلان شدتون که به من اصلا محبت نمیکنه در صورت که اون پدرم وقتی احساس میکنه که شما یه گنگ شدین منو بد میبینین من ظالمه هستم حالا هیچ کدومتون رو دوست ندارم حتی ممکنه از بچه هم دیگه دوری بکنه متاسفانه بچه هاشم بخواد خانم خیلی از موضوع اصلیمون که رابطه برقرار کردن و صحبت کردن و حرف دل زدن جدا شدیم اینکه قبل از برنامه داشتین یه مثال یه چیز خیلی خوبی میگفتین که در مورد همدلی و همدردی و اینکه توضیح بدین که چجوری بتونن ارتباط برقرار کنن ناجی و قربانی ببین ما گفتیم ناجی و قربانی با هم صحبت کنن که نتونستن زیاد صحبت کنن یکی نوشته بود اصلا نمیتونی باهاش حرف بزنی عصبانی میشه و یکی نوشته بود ناجی معمولا ناجی ها عصبانی میشن و چون ناجی ها دارن عصب اصاب... دلیل ناجی عصبانی میشه که ناجی خسته از نوار تو نوار تو قط کن یه مدل دیگه صحبت کن تون صدا تو عوض کن این تون صدا برای ناجی خسته کننده شده اینو اول تو پرانتز یادتون باشه که نریم همش بگیم که همه تون حواستون جمع باشه به توی قربانی دیگه قربانی لوس نباش حواست باشه که پدر همه در اومده پدر تو هم در اومده چون آزاردهنده داره تو رو اذیت میکنه ولی حالا از این طریق وارد بشیم که تفاوت بین همدلی و همدردی چیه یعنی سیمپسی و امپسی امپاتی خیلی خیلی خوبه یعنی همدلی کردن سیمپسی استادیم همه ما تو کشورمون فورا نصیحت میکنیم فورا زیاد از حد میخواد میخوایم دلسوزی بکنیم و اینکه قبل از اینکه طرف حرف بزنه ما فورا میایم تو حرفش مثلا تو در میگی میگی که آره دیشب مثلا همسرم با من اینجوری حرف زد منو خیلی ناراحت کرد حالا بابا خوبه که حالا بالاخره یه همسرم داری دیگه ما که همسرش هم نداریم چی اصلا نذاشتی من حرفمو بزنم یا اینکه تا مثلا میخوام یه صحبتی بکنم ایشالله درست میشه خودتو ناراحت نکن بزن من حرفمو بزنم سب کن صدای منو بشنو من الان دلم گرفته دلم میخواد با تو درد دل کنم این میشه سیمپتی وقتی اینجوری سری جواب میدی ولی امپتی اینه که گوش میکنم خودم و جای تو میذارم اصلا کاری ندارم از کی داری صحبت میکنی چقدر داری درست میگی و چقدر داری غلط قلعت و نادرست صحبت میکنی ولی به خاطر اینکه به تو احترام میذارم به خاطر اینکه به احساس تو دارم احترام میذارم دارم فقط گوش میدم و کوشش میکنم در کنار گوش کردنم خودمم جای تو بذارم ببینم اون لحظه خود منم چه احساسی بهم دست میده این میشه همدلی کردن و همین باعث میشه که بادی لنگویج و تون صدای من طرز نگاه من به طرف مقابل متفاوته طرف احساس میکنه که آخه بالاخره یکی پیدا شد حرف منو شنید بالاخره یکی پیدا شد این درد منو بفهمه همین بزرگترین خدمت رو من کردم به اون عزیزی که داره برای من صحبت میکنه وقتمون داره تموم میشه یا هنوز وقت داریم وقت داریم پس پس بازش بکنیم okay. پس حواسمون رو باید خیلی جمع بکنیم مراقب باشیم که با دیگران همدلی کنیم با هر کسی همدلی کن نسخه رو برای هیچ کس نپیچ هیچ کس نسخه و نصیحت دوست نداره هم در دیدی بعضی وقتا داری حرف میزنیم که آره مثلا من یه همچه اتفاقی بسن این که چیزی نیست به مال من چی بود سب حرفم فورا مال خودشو میاره تو حرف دوباره هر حرف تو میخوای حالا نصفه بود اوکی مال تو رو شنیدم حالا میشه من باقیشو بگم ای بابا حالا ببین من چند ساله پیش همین اتفاق واسه فلانی افتاد من دارم حرف میزنم احترام بذار به حرف من به صدای من احترام بذار و این اتفاق واسه ما افتاد بابا یه چیزی دیروز من احساس میکردم که حالا خوب نیست سرما خورده بودم ببین صبح که من گفتم سرما خوردم یعنی از هر طرف چیزی نیست من اصلا دیشب نخوابیدم از سر من که قرص خواب خوردم دقیقا همه دقیقا این میشه سیمپسی یا میشه همدردی کردن که یه جورایی درد خودم از تو بیشتره یعنی اصلا درد تو رو که نفهمیدم فوراً خفت میکنم بی خودم قور نزن خودتم لوس نکن من از تو مریض این منو خوب نمیکنه اما هفته پیش اگه یاد باشه گفتم انگلیسی یه مثال دارن میگن که همیشه یادمون باشه که از این بدتر هم میتونه باشه اینم یاد خودمون داشته باشیم خودمونم بگیم و وقتی تو حرف تو زدی با من منم هم همدلی باهات کردم بعد بعدش میتونم بگم که میتونست از این بدتر بشه اینجوری من خیالم راحتی که خب حرفمو شنیدی بعد گرفته میگی یه دفعه فکر میکنی که راست میگی میتونست از این واقعا هر اتفاق بدی میتونه بدترشان بشه پس این بعد از امپاتی من و همدلی من یه هینت کوچولو هم اینجوری من بهت یاد یه نصیحت کوچیکی که می‌خوای بدی اون آخر دیگه نه نصیحت. نصیحت نه ولی هینت. یه پیشنهاد. آره یه پیشنهاد کوچولو بهش می‌کنم که یعنی آره که میتونست از این بدتر هم بشه مثلا به زبون خودمون میگیم که خدا رو شد این اتفاق نیفتاد <applause> الحمدلله اینطوری نشد اینجوری هم ما خودمون لب کلامی صحبت میکنیم دیگه پس خانم بابک برم ببینن این کار رو انجام بدن یعنی در واقع همدلی بکنن بذار من بگم اینجوری سوال ما اینه که فرق بین همدلی و همدردی رو متوجه شدین حالا ما از شما میخوایم که شما همدلی بکنین از این هفته تا هفته دیگه برای ما بنویسین که با همین تکنیک همدلی شما با یارتون دوستتون هر cassie صحبت کردین و جواب گرفتین حالا چه به عنوان قربانی یا چه به عنوان شنونده هر کدوم که هستین برام تجربتون رو بنویسید مرسی که مثل همیشه مسائل بزرگ رو خیلی ساده برامون توضیح دادین ممنون متشکرم خب میدونین که برنامه جدید به نام پلی لیست داریم که شما رایتون هم دادین لیستم آماده است از شما میخوایم که ویدیو در مورد این آهنگا برای ما بفرستید حالا جریان این ویدیو چه یه ویدیو یک دقیقه ما از شما خواستیم که برامون بفرستین که تو این ویدیو در مورد آهنگایی که تو این پلی لیست که ما لیست این آهنگا هم توی فیسبوک و وبسایتمون گذاشتیم میتونین یکی از ترانه ها رو انتخاب کنین که دوست دارین در مورد اون ترانه اگه خاطره ای دارین برامون بگین یا اینکه قسمتی از ترانه رو بخونین یا اگه پر... پیامی برای خواننده اون ترانه و اون آهنگ دارین بر ما بفرستین خلاصه اینکه ویدیوها یکم خلاقانه باشه منتظریم به ایمیل playlist@manotv.com این ویدیوها رو هر چه بفرستین مرسی که تا این ساعت با ما همراه بودین برنامه آینده